در این مرحله میخوام انرژی مکانیکی رو در فنرها مورد بررسی قرار بدم. یعنی آیا مسئله های فنر رو هم میتونم از راه انرژی مکانیکی حل کنم؟ اگر بله چجوری؟ با دو مثال میخوام اینو نشونتون بدم. دقت کنید اولیشو. در شکل روبرو سطح افقی بدون اصطکاک، جسمی به جرم M مساوی با نیم کیلوگرم با سرعت 2 متر بر ثانیه به فنر در حال تعادل برخورد می‌کند. در این برخورد فنر حداکثر چند سانتی متر جمع می‌شود؟ 5، 10، 15 و 20. ببینید بچه‌ها، روی سطحی که اصلاً اصطکاک نداریم، یه فنر قرار دادیم با ضریب سختی 200 نیوتن بر متر. بعد وزنه رو روی سطح پرتاب می‌کنیم. این وزنه سر می‌خوره، میاد می‌چسبه به این فنره. خب اون لحظه‌ای که به فنر برخورد می‌کنه یه سرعتی داره. این سرعت باعث میشه فنر رو فشرده کنه، یعنی بعد از این فنر جمع میشه یه جا متوقف میشه. الان برای من ابتدای حرکت اینجاست و انتهای حرکت اینجاست. فنر به اندازه x سانتی متر که نمیدونم چقدر هست فشرده شده. پس اینو ابتدای حرکت میگیرم، اینو انتهای حرکت. در ابتدای حرکت چه نوع انرژی دارم؟ انرژی مکانیکی کایه که بلا بیجون. انرژی مکانیکی انتها میشه کادو بالا وجوده. حالا باید بحث کنیم. الان متحرک ما رو سطح افق داره حرکت میکنه، با سرعت میخوره به اینجا، پس سرعت داره. انرژی پتانسیل ارتفاع که نداره، پس پتانسیل گرانشی نداره. فنرم که هنوز فشرده نشده، پس کیسانی هم نداره. یعنی یوی که شما قطعا صفره. اما وقتی فنر فشرده شد، درسته که ارتفاع نداره، پتانسیل گرانشی نداره، اما انرژی پتانسیل کیستانی آفرین همون 1/2 کا دلتا ال به توان 2 رو داره. اگر اطراف انرژی نداشته باشیم که خودش گفته اصطکاک نداریم، شما ای1 و ای2 رو میتونه مساویه همدیگه قرار بدی. پس ای1 رو من اول بخوام بنویسم، ای2 رو هم بنویسم، میتونم ای1 و ای2 رو مساویه هم بذارم. کا1 یو1، U1مون صفره، K2مون هم صفره چون توقف کرده بودیم. K1 ما میشه 1/2 MV به توان 2، U2مون میشه 1/2 K دلتا L به توان 2 یا همون 1/2 KX به توان 2. خب 1/2 رو از طرفه میتونم خط بزنم. اون چیزی که میمونه رو مینویسم. جرم نیم ضرب داره سرعت 2 به توان 2 میشه 4 مساویس با 200 x2. حاصل اون چیزی که به دست میاد 2 بر روی 200 هست. چرا؟ چون 4 تا نیم میشه 2 تا. دوارم با هم ساده کنیم میشه 1/100. اگه جذر بگیریم میشه 1/10. 1/10 متر معادل 10 سانتی متره. یعنی فنر ما به اندازه 10 سانتی متر فشرده شده در اثر برخورد این وزنه‌ای که بهش پرتاب کرده بودیم. سوال بعدی، در شکل روبرو وزنه M از ارتفاع هاش بدون سرعت اولیه در شرایط خلأ سقوط می کند و پس از برخورد با فنر آن را به اندازه دلتا L متراکم می سازد. ثابت فنر یعنی کا برابر کدام یک از این گزینه‌ها هستش؟ ببینید بچه ها، باز من شکل مسئله رو بکشم خیلی راحت. وزنه از اون بالا رها میشه. اون لحظه‌ای که اون بالا رها میشه ما انرژی چی داریم؟ پتانسیل. میاد به جنبشی تبدیل میشه، میخوره رو صفحه، فنر رو فشرده میکنه و در یه جا متوقف میشه. اینجا شما فقط انرژی پتانسیل داری، اونم از نوع کیسانی فنر. خب بچه ها، من پایین ترین نقطه رو سطح پتانسیل میگیرم، بعد میام توصیف میکنم، میگم اینجا هاش باشه، دلتا ال هم به اندازه‌ای که فنر فشرده شده. اون ابتدای حرکت من، اینجا انتهای حرکت من، پس سطح پتانسیل رو پایین گرفتن، دقیقاً جایی که دیگه فنر جرم رو متوقف کرده. انرژی مکانیکی اول و آخر با هم برابرن. خب اون بالای بالا به من بگید ببینم، آیا جسم رو رها کردیم سرعت داریم؟ نه، پس کا1مون صفر. این پایین که میرسیم سرعت نداریم، اینجا هم صفر. بالا انرژی پتانسیل داریم، پایین انرژی جنبشی داریم. معذرت میخوام، اون پایین هم انرژی پتانسیل داریم. پتانسیل از نوع چی؟ کیسانی. پس یه بار دیگه بگیم، بالا انرژی پتانسیل گرانشی، پایین مسیر هم انرژی پتانسیل کیسانی. در هر دو حالت توقف داریم. پس این دوتا جمع با هم دیگه صفر شدن. U1 رو مینویسم، MG ارتفاعش از سطح پتانسیل میشه هاش به علاوه دلتا ال، مساوی با انرژی پتانسیل کیسانی فنر چنده؟ 1/2 کا دلتا ال به توان 2. البته میدونید ایکس هم بذارید اشکالی نداره. خب بچه ها، اگر من اینو سادهش بکنم جواب میشه 2 تا ام جی هاش به علاوه دلتا ال تقسیم بر دلتا ال به توان 2 و به راحتی جواب سوال به دست اومد.